حمزه درویش هستم، نایب سیاسی زندان لاکان رشت. امروز جمعه 26 شهریور ماه 1400 هستش، ساعت 7:30 عصر به وقت ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران آقای جاوید رحمان. این جانب حمزه درویش هستم، 28 ساله، زندانی سیاسی زندان مرکزی گیلان لاکان. آقای جاوید رحمان نامه های زیادی برایتان نوشته و از طریق سازمان ها، نهادها و رسانه های حقوقی ارسال کرده‌اند. هر بار که شروع به نوشتن نامه می کنم به خاطر زیاد بودن نامه های ارسالی برای شما با خود می گویم که این آخرین باری است برای آقای جاوید رحمان نامه می نویسم. اما متاسفانه آنقدر بی‌عدالتی ها و ظلم های رژیم تروریستی جمهوری اسلامی به رهبری خامنه‌ای کودکش زیاد است که از شدت ناراحتی بی‌اختیار سکوت درونم را شکسته و قلم به دست میگیرم و برایتان نامه می‌نویسم. امیدوارم از زیادی نامه های ارسالی دلرنج نشوید. آقای جاوید رحمان، حدود 6 ماه است که به دلایل نامعلومی بنده را ممنوع الملاقات کرده و حتی گاهی اوقات از تماس تلفنی با خانواده هم جلوگیری می‌کنند، تا اینکه چند روز قبل اعلام کردم که از لیست ممنوع الملاقاتی خارج شده‌ای و خانواده هم می‌توانند برای ملاقات به زندان بیایند. اما وقتی پدر و مادرم برای ملاقات آمدند، طبق معمول برای چندمین بار متوالی اجازه ملاقات ندادند که هدفشان از این کارها ایجاد اذیت‌های روحی و روانی برای خانواده هم است که در این رابطه بارها کارشناسان اطلاعات گیلان خانواده هم را احضار و تهدید کرده‌اند که از هر گونه ارتباط از جمله ملاقات و مکالمه تلفنی با فرزندتان خودداری کنید. آقای جاوید رحمان، سازمان اطلاعات سپاه گیلان و اداره اطلاعات گیلان توسط مزدورانشان با تهدید و اعمال فشارهای روحی و روانی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه، بهترین دوستان و نزدیکان و آشنایان ما را به دشمنانمان تبدیل کردند. در نتیجه مزدوران و عواملین خود را به طریق‌های گوناگون به خانواده نزدیک می‌کنند تا به اهدافشون خود برسند. اکنون مدتی است که بسیجی‌های اراذل و اوباش و مزدوران اداره اطلاعات گیلان مکالمات خصوصی بین من و خانواده‌ام را در محافل عمومی بازگو می‌کنند و با فرستادن تهدید، خبرهای دروغین و ناامیدکننده جنگ درونی برای خانواده‌ام درست کرده و با این کار آسایش و آرامش را از خانواده هم سلب می‌کنند. البته قابل ذکر است که بگویم این بسیجی‌های جنایت و اطلاعاتی‌های آدمکش نیست. بنده بارها به خودشان هم گفته‌ام آدم که رهبر حقوقی و روباه صفتی چون خامنه‌ای تروریست و کودکش باشد هیچ انتظاری از زیردستانش نیست. این قانون خداوند در جهان هستی است که اعمال و رفتار مردم به رهبرانشان بیشتر شبیه هستند. آقای جاوید رحمان، بنده در این نامه خود و خانواده‌ام را نمونه‌ای از هزاران زندانی سیاسی عنوان کرده‌ام تا به شما که اذیت‌ها و شکنجه‌های بیشتر از این هم برای دیگر زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان اعمال می‌شود که به خاطر شرایط سخت زندان و عدم توان ارتباطگیری از زندان با خارج از ایران، این زندانیان نمی‌توانند صدای مظلومیت خود را به جامعه جهانی برسانند. در کل هدف بنده از نوشتن این نامه برایتان این است که بدانید تروریستی ولایت‌فقیه که اذیت‌ها و شکنجه‌های غیرقانونی، غیرشرعی و غیرانسانی را بر روی زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان اعمال می‌کند که در این رابطه از شما بزرگوار درخواست می‌کنم مطالب‌هایی که از جنایت‌های رژیم تروریستی جمهوری اسلامی از جمله زندانیان سیاسی که به دستتان میرسد در مصاحبه ها، گزارش ها و جلسه های بین المللی به ظلم های این جانیان اشاره کنید تا ماهیت این رژیم تروریستی برای جامعه جهانی بیشتر از قبل مشخص گردد. با تشکر فراوان منتظر نامه های بعدی بنده باشید. این نامه ارسال شود به گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران آقای جاوید رحمان. حمزه درویش هستم، زندانی سیاسی زندان لاکان رشت. امروز جمعه 26 شهریور ماه 1400 هستش، ساعت 7 ربع عصر به وقت ایران.